بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فدا و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. پیغمبر اسلام اهداف زیادی را تعقیب میکرد که در بحث‌های گذشته به آن اشاره شد. خمیرمایه آن توحید بود و در اجتماع هم خمیرمایه آن اخوت اسلامی بود. و مایل هستم که این مسئله اخوت اسلامی رو کمی مشروع‌تر خدمت شما عزیزان بیان کنم. مسئله اخوت و برادری در قرآن مجید بازتاب گسترده‌ای دارد. جالب این است که قرآن در چندین آیه هنگامی که پیغمبران رو معرفی می کند نوح رو فرستادیم به سوی قومش، میگه برادرشان نوح را فرستاد، تعبیر به برادر میکنه. 4 آیه در سوره شعرا داره. آیه 106 سوره شعرا: اذ قال لهم اخوه نوح الا تتقون. برادر این قوم که نامش نوح بود به اونها گفت تقوای الهی پیشه نمی کنی. در آیه 124 همین سوره شعرا: اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون. برادرشون هود گفت تقوای الهی پیشه نمی کنید. در آیه 142 همین سوره: اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون. قوم ثمود صالح از میان اونها برخاست، برادرشون صالح گفت تقوای الهی پیشه نمی کنید. آیه 161 همین سوره شعرا درباره هود می گوید: اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون. یعنی همه پیغمبران، آیه اخیر آیه لوط بود، همه پیغمبران به عنوان برادر، حتی نه به عنوان پدر امت. با اینکه تعبیر به پدر امت تعبیر صحیحی است، پدر و فرزند، ولی در این حال قرآن ترجیح می‌دهد به جای ابوهم اخوهم بگوید. این نشان می‌دهد تا چند مساوات از نظر جنبه‌های عاطفی در ادیان الهی مخصوصا اسلام حاکم است. تعبیر به اخوت اسلامی در آیه‌های متعددی آمده است، از جمله در آیه 10 سوره حجرات می‌خوانیم: انما المؤمنون اخوه. تعبیر به انما تعبیر جالبی است. مسلمانان فقط برادر، انما دلیل بر حسب، فقط برادر هم. پدر فرزند هم نیستن، عمو و برادرزاده هم نیستن، دایی و خواهرزاده هم نیستن، فقط برادر دیگر. یعنی نزدیکترین رابطه عاطفی بر اساس مساوات و برابری. بعدش می‌فرماید: فصلحوا بین اخویکم. اگر بین برادرانتون اختلاف افتاد فورا اصلاح کنید. اسلام دین صلح، دین صفا و دوستی است. اگر اختلاف و نزاعی پیدا بشود این برخلاف طبیعت و حقیقت اسلامه. روایتی داریم از پیغمبر اکرم، فرمود: اجر المصلح بین الناس
کل مجاهد فی سبیل الله، کسی که بین مردم اصلاح کنن و اختلاف و نزاع ها رو برچینن مانند مجاهد فی سبیل الله. چرا تشبیه به مجاهد فی سبیل الله؟ برای اینکه مجاهد فی سبیل الله سبب عظمت اسلام می شود. کسی هم که اختلافات رو برچینن، صلح و صفا در جامعه اسلامی ایجاد کنن، این چنین شخصی هم باعث عظمت اسلامه. پس اجر المصلح فی سبیل مصلح بین الناس کل مجاهد فی سبیل الله. نکته جالب دیگری که در باره اخوت اسلام هست این است که اسلام در بحث قصاص که وارد می شود تعبیر جالبی داره. اولا میگه ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، اگر قصاص نباشد جنایتکاران نترسند از قانون قصاص، خون انسانها به هدر می رود، امنیت از جامعه برچیده می شود. پس قصاص به عنوان یک اصل که مایه حیات است در اسلام ثابت. ولی بعد میگه در این حالی که قصاص برای ارباب دم جایزه، اگر اونا از قصاص صرف نظر کنند و عفو کنند، دیه به جای آن بگیرن یا نگیرن، کار خوبی کردن. و در اینجا در مورد قاتل تعبیر به اخ شده، برادر شده. عبارت رو دقت بفرمایید، فمن عفی له من اخیه شیئون، کسی که عفوی از ناحیه برادرش، ارباب دم با قاتل برادر شدن در اینجا، یعنی اصل برادریه، حتی قتلی هم که قاتل کرده است انحرافی بوده، باید برگرده به اصول برادری. اگر برادرش رو ببخشه، قصاص نکنه، فتبا اون به معروف و ادا اون الهی احسان، به جای اون دیه قرار میدن، برای اینکه قاتلها هم خیلی مجانی کنار نروند، دیه رو به صورت سالم و صحیح ادا کنه. منظورم این نکته است که حتی قاتل رو هم در اینجا به عنوان برادر اطلاق کرده. پس اخوت اسلامی یه مسئله بسیار شیمه ریشه داره. یه حدیث بخوانم و این بحث رو پایان دهم. حدیث از امام صادق است، فرمود المؤمن اخو المؤمن، مؤمن برادر مؤمن، و حق المسلم علی اخی، حق مسلمان بر برادرش این است، اندایش به عویه جود، تو سیر شدی برادر گرسنه باشد رسم برادری نیست، ولایرمی و یعتشو اخو، تو سیراب شدی برادر تشنه باشد رسم برادری نیست، ولایکتسی و یعرا اخو، تو لباس بپوشی برادرت برنه باشد رسم برادری نیست. فما اعظم حق المسلم علی اخیه المسلم، چقدر حق اخوت و برادری اسلامی بزرگ است. و السلام علیکم و رحمت